کردی، همه دیدی باری جان، و همه دیدیم که چگونه باش های دو و هم رس باند پایه های دو هزار و پونز سال شاهنشاهی را فروری. آفرین ای شهید خون خفته که با پای مدیت خون خود را نثار آینده اصلاح و این مظلوم کردی. پدر عزیز، ما خود را وارث بر حق خون تو و دیگر شهیدان مان می‌دانیم و خون شما پدران ما را سوارتر از بی ساخته است. با درود به روان پاک شهیدان صدر اسلام و شهدای اسلامی ایران، به خواب آسوده سرباز اسلام، به خواب آسوده سرباز اسلام، به جنت باد روحت شاد و خندان. تکبیر تکبیر بلند. انشاءالله که یک روزی شما بتوانید جای پای پدرتون قدم بگذارید و انشاءالله به همون در مقام زنده بودن مقام شهیدا رو پیدا بکنید. خیلی متشکرم، به افتخارشون دست می‌زنم. الان موقع این کار نیست، تصدقت برم برمونو چکتی ماهی برم. توی گفتی من خوب شدم، من میتونم تو خوب شدی، اما خب الان موقع این کار نیست. اینم اذیتمون میکنیم، چیه گرفتار شدیم ما اینجا؟ من نمیدونم، خیلی ناراحتمون نکن برمونو برم. آخه من دیدم که خسته شدم، بچه ها پشت پنجره رجب و شبان و کریم و اسکندرم خسته شدم، آقا جلالم خسته شد، حسن قرقرم خسته شد، ناراحت شدم و باید خود شعر کنم. نه خسته نمیشم، از حرف قشنگ این قشنگه حرف زد، به این ماهی صحبت کرد. امیدوارم که بتوانیم ما هم یک روز این افتخار را پیدا بکنیم و در مقام شهید از دنیا بری. چه معنی داره، چه اشکالی داره؟ خوشا به احوال اون کسانی که در مقام شهید شدن از دنیا میرند و لبیک حق رو جواب میدن. بله، یعنی چیز حق رو لبیک میگن، دعوت حق رو. حواست جمع باشه آقا جان من. من ببینم شبان چی نمیشه، برای ببینم. خانه لبو فروشی آقا جلال. آقا جلالش هم که آقای اندرجگو نمیشه. ولی شبان یه چیزی میخوام بهت یاد بدم، بذار من یه چند کلمه اینجا بنویسم، انشاءالله تو هم یاد میگیری. آقا شبان، خانه لبو درست، لانه گنجشک. وقتی من میگم لانه یه گنجشک، یه کجاست؟ بلندتر هم جواب بدید. لبو، خانه یه لبو، یه کجاست؟ این یای میانجیست که در زبان فارسی ما هست و ما باید توجه داشته باشیم. اگر می نویسیم میخوام یه رو بنویسیم، همه یه رو آه شبون نمی نویسیم، همه شو نویسیم، فقط سرشو می نویسیم، یعنی اینطوری به این شکل. حواست باشه آه شبون جا، نه تو رجب، هم همینطور سر یه رو به این شکل میگیری و دورشم من ببینم میتونم رنگی بکنم که در نور درست باشه، مثل یک شش کوچولو به عنوان یه، یعنی سر یه، یه خطی هم میام اینجا میذارم. این دوتا خط با هم چی هست؟ مساوی. با هم چی هست؟ مساوی. سر یه مساویست با خود یه، یعنی یه و دورش هم چی کار میکنی؟ رنگ میکنیم که
بدونیم سر یه صدای یه میده. و اون وقت آقای کریم جان، میگم کریم جان، شعبان جان، این ایش هم من یه رنگ بکنم که معلوم باشه، سر یه میاد روی، یعنی بعد از ای چسبان آخر و بعد از ای تنهای آخر میاد این سر یه. یعنی ما میگیم خانه یه، به جای این یه تمامی اینجا یه سر یه رو بنده شش کوچولو این بالاش میذاریم. یا فرد رو فرمید میگیم لانه یه، لانه رو که نوشتی لا لوا آلا نه اول دوم نه، اینم یه، یه شش کوچولو تجزیهش اول دوم آلا. حالا آی منو به خودت چسب، به خودت چسبید بله اشکال نداره، انشاءالله بچه های پشت پنجره ما نمی کنن این کارو حتی آه کوچیکتر، ولی یه نقطه مونده به لی برسه ولش میکنیم. اول دوم آلا نه، اول دوم ای نه، اول یه یه لا نه یه، یا اول دوم آلا نه، اول دوم ای نه یه، اول یه نه یه لا نه یه. اینطوری هم میتونیم بگیم و اونطوری هم میتونیم بگیم. و بقیه چیزاش درسته. رو فروشی آقا جلال، آقا جلال هم که آیا نسبو نوشت، البته یه خود گنده نوشت. انشاءالله در آینده تحریر خط فارسی ما بهتر خواهد شد و خوبتر خواهد شد. حالا من ببینم که آقای کریم خان شما میتونی برمایی خود شعر بخونی. قبل از اینکه آقای کریم خان شعر بخونه، من یه چیزی به یادم اومد.